سفر فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو به ولایت فرا، جنرال سکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو، روز گذشته به هدف بررسی وضعیت امنیتی به ولایت نارام فرا رفته است. آقای میلر در دیدار با مقامات محلی آن ولایت تعهد کرده که موضوع گروه طالبان را در این ولایت از زمین و هوا مورد هدف قرار خواهد داد. آقای میلر همچنان تأکید کرده است که به همین منظور یک واحد ویژه نیروهای آمریکایی در آن ولایت مستقر خواهد شد. اما حضور دوباره نیروهای ناتو در ولایت فرا نمایانگر چیست و پس از سفر جنرال میلر به فرا چه تغییر در وضعیت امنیتی آن ولایت رونما خواهد شد؟ من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان دادالله قانع، عضو شورای ولایتی ولایت فرا، و جنرال محمد رادمنش، سخنگوی پیشین وزارت دفاع، اینجا با من حضور دارند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای قانع، بررسی شما از سفر فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو به ولایت فرا چه است؟ چگونه بود این سفر؟ آقای میلر چه کرد و بالاخره نتیجهش را شما چگونه بررسی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ز سلام تاسو ته محترم جنرال صاحب میلمه ته او معزز ولیدونکو ته وړاندې کوم. د فرا امنیتي وضعیت د څو مودې را په دې خوا خراب سوی دی. هغه همدا چې زموږ د بخش آباد د بند د جوړېدو اواز راپورته سو، پر فرا باندې د مخالفینو فشار ډیر سو. او نن چې د جنرال سکات میلر تګ و فرا ته، هغه هم دا دی چې زموږ د فرا ولایت او خصوصا د افغانستان امنیتي قواوې د دوی د دغه پلانونو قرباني دي چې د امریکا پښه افغانستان ته داخل سوې ده. د دوی رقباوي چې هغه روسیه ده که ایران ده که نور ممالک دي، پر زموږ پر امنیتي قواوو باندې فشارونه ډېر کړي دي چې په هغه کې زموږ امنیتي قواوې از موږ ولسونه د سوان بوټي سوي دي. نن چې جنرال سکات میلر فرا ته راغلی دی، هغه هم و خلکو ته وعده یې داده و نظامیانو ته او د محلي ادارې مشرتابه ته پیام یې دا و چې زموږ د اوږدمهاله مدت لپاره موږ هلته یو پایګاه جوړو، هلته به زموږ هغه زموږ کته به هلته فعالوي. زه دا وایم چې د دوی دغه کته د دوی دغسې اعمال چې مثال همیشه زموږ په ولایتو کې دوی راغلی دي، په یو لنډ مدته وخت کې راغلی دي، د مخالفینو لانې خپل تر پوښښ لاندې راوړي دي، بمباردمانونه یې کړي دي، حتی په ډیرو اکثره ځایو کې ناحقه کوردیناتونه ورته ورکول سوي دي چې زموږ عام ولسونه په هغه کې تلفات یا اعمار یې ډېر سوی دی. نو دا نور بد عواقب هم په میان راوړي دي. موږ وایو چې که چیرې دوی واقعا د منطقې د استخباراتو دپاره دوی غاړي چې منظمه برنامه ولري، په ډېره راحته توګه دوی کولای سي نه په فرا بلکې په افغانستان کې چې هغه لاسونه دي. یعنی په صداقت تاسو لهم شک لري دوی نه غواړي مبارزه وکړي په هراس افغانانو سره؟ دا خو په دوو ګوتو د پټېدو خبره نه ده. دوی یو وار بیا غواړي نظامي حضور ولري په فرا کې. دغه نظامي حضورونه جنرال صاحب په جریان کې دی چې د دوی د فرا دوه ځلې د سقوط سره مخ سو. دوی په یو محدوده وخت کې راغلی دي او داسې یو غټه د لاسته راوړنې یې درلودلی دي چې هغه هېڅ نه و، هغه ته تصور هم نه کېږي. نو بنا دوی څه کوي؟ ولې بیا غواړي چې د دو ځواکونه یو وار بیا د جنګ ډګر ته لاړ سي؟ نو که دوی نه غواړي چې مبارزه وکړي طالبانو سره، بیا دوی څه کوي؟ هدف یې څه ده؟ زموږ ولسونو ته هم همیشه د خارجیانو زموږ د ولسونو پر عامه ذهنیت باندې هم خبره دا دی چې یو جنګ د شرق د غرب دی، بل امریکایي همکاران چې زموږ سره د حمایت قاطع دي او ناټو ده زموږ د امنیتي قواوو ته یعنی وفادار نه دي، په هغه سي عنوان باندې چې دوی هغه تمه ځینې کېږي هغه نه دي سي. ډېره زیاته مننه. بررسی شما چه است آقای رادمنش؟ فکر میکنین چرا یک بار دیگر آمریکایی ها میخواه که نیروهای نظامیشان را رو در رو با طالبان وارد میدان جنگ بسازد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر جناب آقای قانع و همه بینندگان محترم تلویزیونتان. علیکم السلام. ما و جناب آقای قانع از یک سمت هستیم، میدانیم که وضعیت در اونجا چی هست و ما با کدام کشور همسایه هستیم و او کشور با کدام راهکارها و استراتژیها در غرب افغانستان فعالیت های را انجام میده و در این زمان اخطارهایی هم که شما قبلا در او معلومات دارین و رفتن آقای سکات میلر به ولایت فرا
شما ببینید ما 8 قول اردو داریم در افغانستان. این 8 قول اردوی ما که ما در اول یک گروپ به نام طالبان داشتیم، حال در مجموعه افغانستان میگن 22 گروپ بر علیه دولت تهدیدات را متوجه ساخته. با جنگ نمیشه. ما یک مطلب را برای خدمت شما همیشه گفتیم و حال هم عرض میکنیم که افغانستان ما باید اول چیزی که مهم است فرصت ها را به وجود بیاریم و از فرصت ها به شکل خوبش استفاده بکنیم. دوم اقتصاد کشور خوده که اینا هم در جمع فرصت ها می باید متغیر بسازیم. بعدا با در نظر داشت فرصت ها و متغیر ساختن اقتصاد میتونید به مردم بگوین و از مردم بخواین که همراه ما در دفاع از حاکمیت دقیق. ولی آقای رادمنش وقت شما با یک اقتصاددان بشینین و از اونها وضعیت اقتصادی را پرسان بکنین، انتقاد اولشان سر امنیت است. تا زمانی که امنیت نباشه فکر نمیکنین ممکن نیست تغییر در وضعیت اقتصادی کشور؟ ببینین به انگلیسی میگه که angry will be hungry، hungry will be angry. مردمی که گرسنه هستن و شما او را مواظبت نکردین، اونها به جای پناه میبرند که لقمه نان به دسترخان خود بیارند و او در افغانستان محاسبه میشه که دولت است و مخالفین. اگر دولت نتوانه این فرصت ها را مساعد بسازد، دگاه ها یا از راه غیر قانونی یا دزدی یا استخباراتی که در منطقه بر علیه افغانستان برنامه های خود پیاده میکنه، به او لقمه نان خواهد داد. خب حالا وضعیت جنگ در فرا چگونه است؟ چرا آمریکایی ها بار دیگه میخواهد که خب نیروی نظامی شو وارد میدان های جنگ بسازند؟ قبلا خدمت شما ما به عرض رساندیم که ایران در همسرحدی با ولایت فرا و موجودیت منابع بسیار خوب آب و غیره و همچنان وجود ایالات متحده آمریکا که با ایران رقابت داره در افغانستان و حال هم انتقال یزیا در فرا، اینها همه باعث این میشه که وضعیت در فرا آنچنان که لازم است امنیت به وجود نبیاید. شما قبلا خبر دارستین که عرب ها در اونجا بودن، هیچ گپی نبود و در اونجا به حساب پرورش انواع پرنده ها و همچنان دیگه مسائل زراعتی از اونجا برنامه سازی کردن. ولی باز چرا وضعیتی طور شد؟ به خاطر رقابت هایی که بین عربستان سعودی و ایران است و همچنان رقابت هایی که بین ایران و ایالات متحده آمریکا در افغانستان است و روابطی که ایران با چین، روسیه و هند داره. اینا همه باعث میشه که وضعیت در افغانستان به نحو زیر تهدیدات بره. آقای قانی، آقای رادمنش به این باور هستند که رقابت ها میان آمریکا و ایران باعث شده که یک بار دیگه آمریکایی ها نیروهای جنگی شان در برابر طالبان در میدان های جنگ ولایت فرا بالاخره ببرند در اون ولایت. از یک طرف دیگه ایران هم به یک نحو واکنش نشان داده و هشدار داده به آمریکایی ها که پایگاه هایشان را در منطقه میتونن مورد حمله قرار بدن. حالا این وضعیت فکر نمیکنین وضعیت در فرا بدتر خواهد شد تا بهتر؟ از موج ولستون خود در جنگ میدان دسوان بوتی دی زو هم کچیری در افغانستان در پارا ایران مداخله کی هغه خپل د منافع او د پاره چې موږ د بخش آباد د بند جوړېدو سره یو علت یاد دی، بل د امریکای د پلانونو سره او هغه په فرای کې خصوصا خپل فوکس ډېر کړی دی. زه دا ویلی سم چې دا حکومت سترګې ړندې دي. تقریبا یوه میاشت مخته زموږ د سرحد کنډک سقوط کیږي، هغه د پاره طبعاً حکومت با دلته سیاسی دکتورین ناستی، دلته نظامی دکتورین ناستی چې فقط و فرات یو مکس ورکول سی چې تاسو وګورئ زموږ د جوین پر ولسوالۍ باندې جنگ وسو، زموږ د جوین د امنیه پر قومندان باندې نه زخمی سوی نه 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 علایم د زخمی دور باندې ستا پر هغه باندې څو فیرونه یو نو مواد و پاشل سو چې تر اوسه د خپل د لاس د نوکانو د ګوتو نوکانې ولیږي. یعنی دا مواد شیمیایی مواد دا څوک ورکوي؟
دا زموږ د شپې دوربینونه چې طالب په هغه څه کم سطح باندې چې دی رهبری نه سي کولای د اوجری سره یا راولای شي یا ځي د یو ځای راځي دا د شپې دوربینونه په داسې ولړ کیفیت باندې په داسې ولړ سیستم باندې چې نفر په هغه باندې وژل کیږي عکس یې د ده سره باقي پاتې کیږي دا لیزري دوربینونه دوی ته څوک ورکوي څوک یې ورکوي ودې ته مشخصه خبره ده تاسو ولیدلې چې زموږ یو دوربین زموږ لاسته ولوېد زموږ د امنیتي قواو پر هغه باندې اعلان مارک د روسیې ولسو چې دا د روسیې او د ایران په دې د دوی د حمایت لپاره بې شکه د دوی حکمالات او حمایت ځینې کوي نو نن زموږ ولسونه د سوان بوټي دي زه وایم که چیرې حکومت هم خپل دریز او خپل سیاسي ستونزه هم د ګاونډیو ولایتو ممالکو په سطح باندې هم د غرب او د شرق او د روسیې او د امریکې د جنگ راوړل د افغانستان و کورته د دې موضوعاتو دپاره دي زموږ مشران دا موضوع د مزلې د حل دپاره یو لاره پیدا کړي کورونه ادامه خط کابل را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. ادامه برنامه آقای رادمنش، وضعیت در ولایت فرا ظاهرا شکننده است. در هر هفته مردم افغانستان شاهد ازی هستند که به گروهی و دستجمعی نیروهای امنیتی افغانستان جانهایشان را از دست میتن. خب درست است شاید ایرانی ها بیاین اونجا حمایت بکنن، از طالبا روس ها بیاین و این گونه جنگ نیابتی میان ایران و آمریکا ادامه داشته باشه در ولایت فرا، ولی خود نیروهایی که در ولایت فرا مستقر هستند چقدر تانستن که به شکل درستش این جنگ را مدیریت بکنه و از امکاناتی که در اون ولایت دارن استفاده بکنه در برابر طالبا؟ در دکترین امنیتی نه تنها در اردوی ما، در تمام اردوهای دنیا با وضاحت ایتیه میشه و هر وزارت برای خود از روی از او که به او ارتباط داره استراتژی میسازه. استراتژی ما از روی استراتژی امنیت ملی افغانستان ساخته شده و در استراتژی نظامی ما در اونجا هست که اگر میخواین که اردوی موفق داشته باشین باید اردوی شما تمام مسلک های از او که متمم هم دیگر است باید تقویه شده باشه، اکمال شده باشه. ببینید ما نمیشه که همیشه به انتظار ایالات متحده امریکا باشند که جنرال میلر بره و به فرا و در اونجا قطعات رو ببره و مداخله کنه به مسائلی که وظیفه ماست. ما یک لوا داریم در ولایت فرا. دو لوا چی هست؟ رنجر و هاموی. هاموی و رنجر خودش موتر است. ما در اونجا تانک ضرورت داریم، ماشین محارب و زری پوش ضرورت داریم. خب طالبا هم ندارم این موارد را، تانک داره طالبا، ماشین محاربی داره. جغرافیا مربوط طالب است. شما فقط با همه کوشش هایتان به خاطر ایزی که ما تقویه نکردیم از اول اردوی خوده، کوشش ما این هست که طالب به شهر داخل نشه و کوشش طالب این است که جغرافیا را به دسترس داشته باشه. شما نال قضاوت کنین، ما تنها به شهر اکتفا میکنیم. ای باعث این میشه که ما عقب روی داشته باشیم. یعنی ابتکار جنگ نیست در دست نیروهای امنیتی افغانستان؟ مطابق استراتژی ملی نظامی که وظیفه اردو همی است از دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور، همی وظیفه اردو انجام میده. ولی چی میشه؟ فرزندای مردم افغانستان شهید میشه، سایمن صاحب، سرباز، بردمل شهید میشه. ما به اینجا ضرورت داریم که سلاحی داشته باشیم که اگر دشمن سر ما فیر میکنه ما را محافظه بکنه. ما در موضع خود هم مسئول به خاطر ازی که سلاحهای لایزری است و سلاحهای دوربیندار است، سلاحهای مختلفه درازنف دارن، ما مسئول نیستیم. به خاطر مسئولیت سرباز و بردبل و افسر چی باید کرد؟ تانک میتونه جوابگویی ازی نیازمندی باشه، هلیکوپترهای کشفی، طیارات کشفی. ما قبلا در اردوی خود کندک انسیدو داشتیم، کندک اندوازده داشتیم، کندک انسیدو و راکت های مختلفه مثل لونا و اوراگان و اسکات و همچنان انواع مختلفه راکت ها، توپچی ها و طیارات مختلفه داشتیم. به او صورت ما میتوانستیم همو اردوی کم در مقابله با همه تهدیدات ایفای وظیفه بکنه. ولی حال که نمیتوانیم،
علت یکی همون مسائل بوده که ما سه چیز گفتیم. حالا با موجودیت ای که سه چیز را ما نتونستیم در افغانستان او رو پیاده بکنیم، حالا خب حداقل باید اردوی داشته باشید که پرسونل ازی در محاربه مسئول باشه، محافظه شو، تیاراتی داشته باشین که در عمق دشمن مانور اجرا بکنه. در صورتی که نداریم اینطور نمیشه که بگوین دشمن هم نداره ما هم نداره. خیر باید ما با شما جنگ میکنیم، ولی سلاحی که امروز دشمن داره سلاح قوی است. خانه سب دقیقه و بحث اوس رادمنش سب برتا اشاره وکړه دمخ که دیدین هم دیر زله تکرار سوای داسې طالبان امکانات لري ته او جای پوری، ولی امنیتی زواکونو د کمخ د امکانات او باعث دیدی سوای دی دو تلفات لوړ سی په فرا که چون حقیقت لري دغه خبره ضعف د مدیریت ده کنه حقیقتا د منګه امنیتی او دفاعي زواکونو امکانات نه لري دا باعث دیدی کیږي چې دوی وزل سی. دواړو بخښ ته مشکوالې سو چې ودی ته توجیه ورکو. ضعف د مدیریت هغه دا چې دوی خپل قطعات نه سوای چې سم منظمه تابع هغه د قطعاتو تقسیم او د قطعاتو اعظام د قطعاتو پر وخت سره زموږ حکومت مخالفینو نن زموږ څخه دوه حالات اخیستي دي، ابتکار عمل او سرعت عمل. او د مخالفینو په استخباراتو کې هغه تر موږ لوی لاس هغه امکانات ډیر لري. موږ متاسفانه دغه درې حالاته کې موږ د کموالي سره مخ سو، ابتکار عمل نن زموږ امنیتي قواوې د جنرال صاحب د خبرې په تایید سره زموږ که توپچي موږ درلوښتلی موږ د ټانګ بخش فعاله وی ټانګ خو دا نه مانه چې د ټانګ پر سر یو پیکاپ سله ایشي او دی د دیواله د شاره څخه پر تا باندې ټکر. ولی یو بل بحث هم ده قانع صاحب، ګورې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په یو سرحدي کنډک باندې حمله وسوه، د افغانستان خلک هم شاهد دي چې افغان امنیتي ځواکونو هلته تلفات ورکړه. نو په یو سیمه کې یو کنډک حضور لري، دوی تر هغو پورې په تمه کیږي چې طالبان راسي په دو حمله وکړي، بیا دوی واکنشي حرکت ولري. ولې ابتکار نه لري؟ ولې مخکې د دې نه طالبانو ته دونه مهلت ورکول کیږي؟ زما خبره چې ابتکار عمل ماته ستول هغه دا دی چې موږ تحرک نه لرو. تحرک هم په امکاناتو کیږي چې زموږ هغه زموږ د ټانک سنف فعال اوسي، زموږ د توپ سنف فعال اوسي، او زموږ هوایي سنف فعال اوسي. نن موږ هوایي سنف مو هم فعال دی او د توپ و د ټانک سنفونو ما فقط پیاده قوت دی. پیاده قوت هغه د دیواله شاته تا ته ترکش جوړ کړی دی او ته به ورباندې ورځې. دغه دیواله څخه استفاده کوي، یا د یو زموږ تاسې د وطندارانو د یو خور د یو مور د یو سپین ږیري د هغه پر اوږه یې توپک کیږدئ پر تا ټاکوي، او امنیتي قواوې که پر هغه ټاک وکړي که چیرې د ملکي تلفاتو اضافه شي هغه د امنیه قمندان یا د هغه مسؤوله هغه به څرندوالۍ ته معرفي کیږي. اما دښمن مستعاره دی، د دښمن په ماینونو باندې موټرونه انفجار شوي دي، اما څوک نشي دولیدی چې دوی محاکمه کړي او دوی تر ګریوان ونیسي. نو بناً نو زموږ جنگ نن ستړی جنگ دی، زموږ هوایي قوتونه باید زموږ د دفاع وزارت دفاع منسجمه شي او دا درې بخش فعاله شي کولی شي. او راځو مطلقا د فراه موضوع ته. په فراه کې نن د ضعف د استخباراتو و دا حالت و دې ځای ته رسولی دی چې د دښمن تحرکات دوی ته نه معلومیږي. کنی دښمن په دغه درې دغه یوه سرایچه ده، دو ساعته دلته ټکه ټکه چې کوي، درې ساعته ځي بل ځای، دغه ټوله حکومت یې مصروفه کړی دی. د دو دپاره کولی شي چې یو منظم اقدام جوړ شي. خب آقای رادمنش، اگر بحث را جمع بکنیم بالاخره به این نتیجه نمیرسیم که آمریکایی ها صادقانه استاد نیستن با مردم و حکومت افغانستان؟ در هر نشست اینها تاکید به حمایت و پشتیبانی قاطع میکنن، اما آنچه که شما و آقای قانی بیان کردن این گونه نیست، حمایت نمیشه. چرا؟ ما گفتم پیشتر که ما 8 قول اردو داریم، ولی معطل یک قول اردوی ناقص آمریکایی‌ها هستن که اونا ما را نجات بدن. چرا؟ ما بیشتر قوت داریم و قدرت داریم نسبت به آمریکایی‌ها، ولی چرا ما نمیتوانیم قدرت ما را داشته باشیم؟ از نگاه عسکری باید قدرت ما را اول توسط کشف، بعدا توسط پیاده و به حمایه قوای هوایی و توپچی و تانک میتوانه که امی جنگ و محاربه فیصله کن باشه. در غیر از او مردم رو گوشنه نگاه کردیم، مردم رو بی‌اعتماد ساختیم، با افرادی که از طالبا کشته شد نامش ملکی ماندین، پرسونل خود بدون ازی که تحقیقات بکنین او رو محاکمه کردین، و بالاخره هم پرسونل ما هم مردم و هم مخالفین نسبت به ما نوعی با روی کرده دگی حال اجراعات میکنند. و این نوع عملیات و این نوع عمل
باعثی میشه که ما زیادتر تلفات داشته باشیم. اقتصاد جمع نظام، یعنی نظامیان، میتوانه که پیروزی رو به دست بیاره. اگر یکی از یا به موفقیت نینجامه، ما ایره ای یک چیز حقیقی است. نمیتوانین بگوین که ما باید موفق شویم. ما باید موفق شویم. این گونه نتیجه نمیگیریم آقای رادمنش که آمریکایی ها نمیخواین این جنگ یک طرفه شود، طالبان شکست بخورن. ما خو میخواین. خب باید ما از آمریکا دیگه چیزی که باید ما از آمریکایی ها بخواین که برادر تو تیاره خود نبر به فرا ما را حمایه نکن، برای ما تیاره بده، همین تیاره که تو داری، همین تانک که تو داری، همین زره پوش که تو داری، همین وسایل استخباراتی که تو داری باید ما داشته باشیم. ما قبلا گفته بودیم که ما باید با معیارهای ناتو مجهز شویم. کجاست اون معیارهای ناتو؟ و ما باید اردوی داشته باشیم که بتانه به تهدیدات خارجی جواب بده. ولی ما به شورش ها درگیر شدیم، در این شورش ها ما چرا ناکام میشیم؟ اردوی قهرمان داریم. واقعا امیر لوی درسیز شب و روز در وزارت دفاع برای سوق اداره قطعات است، ولی وقتی که سلاح فقط سنگینی باشه به سر شانه ما، او قدرت ماناور نداشت باشه، اما خودش ما را مزاحمت میکنه در ماربه. بنابراین باید ما سلاح و وسایلی داشته باشیم که قدرت ماناور داشته باشه، اقتصاد در افغانستان تقویه کنیم، فرصت ها را به وجود بیارید، بعدا با مردم بگوین که بیاین از ما دفاع کنین، مردم هم از شما دفاع میکنن. در غیر از او ما هر روز با چالش و تهدید مواجه هستیم و متاسفانه فرزندان ما شهید شدند. آقای قانی خیلی فشرده، شما در مورد راه حل جنگ فرا اشاره بکنین. این گونه سفرها بالاخره به این منتج خواهد شد که دیگر وضعیت فرا این گونه نباشه و فرایها هر روز کشته نشن. خیلی فشرده. د فرا د پار از موږ د استخبارات و د پار دی منظم پاسپورت وسی چې استخبارات مو په ولړ ظرفیتونه ولړ سي او زموږ قوتونو څخه هر دم حاضر د دوی څخه پوښتنه وسی چې دوی د دفاعي حالت او تعرضي حالت وزي او زموږ د فرا د پیاده قوتونو حمایت هوایی وسی موږ فرا نه افغانستان بده دغه حالت څخه وسی. ډیر زیات من سپاسګزارم مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما. همچنان تا بعد، خدا نگهدار.